دوستان سوال کرده بودن در مورد اینکه کسانی که اصلا جدا میشن طلاق میگیرن به هر دلیلی ازدواج کردن، حالا این ازدواج به بنبست میخوره و راهی براش نیست. حالا تو این وسط یه دونه دو تا سه تا بچه هست، تکلیف این بچه ها چه خواهد بود؟ این طلاق چه تأثیری روی بچه ها میذاره؟ میدونیم که خب 100% 99% هم نه 100% تاثیر منفی داره و رو بچه ها اثر بد میذاره، اما اگر یک دو نفر با هم میخوان زندگیشون رو از هم جدا بکنن، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن که لااقل کمترین صدمه رو به بچه ها بزنن؟ بله، سوال خیلی خوبی کردیم. با وجودی که وقتمونم خیلی زیاد نیست، بله، باز سریع من توضیح میدم. حرف شما کاملا درسته، طلاق رو بچه ها اثر خیلی منفی و نامطلوبی میذاره و بچه ها همیشه اگر که طلاق جوری صورت بگیره که در سنین پایین تر باشه، در 8 سال اول زندگیشون، برای اینکه منطق ندارن، همیشه فکر میکنن که تقصیر اونا بوده که پدر مادر جدا شده. من با یه بچه کار کردم، میگه برای اینکه شیرم و صبح نخوردم پدر مادرم آخه دارن جدا میشن. یعنی که بچه ها خیلی احساس گیلت دارن وقتی که پدر مادر اینطور میشن. بعد طلاق در فرهنگ ما یک تابو هستش هنوز و یک موضوعی هستش که ناآشنا هست. ما درسته که الان داریم خانواده ها زن و شوهر ازدواج میکنن، بهترین مجللترین عروسی رو میگیرن، 1000 نفر بیولی هیلتون، بعد میبینید دو ماه بعد جدا شدن. یعنی اینکه خیلی سریع شده. الان من فکر میکنم اگر که یه آمار بگیرن، درصد طلاق ایرانیان خیلی بیشتره. بله، در آمریکا بیشتره تا یا حتی در LA. نه، در خود ایران هم زیاده. بیشتر. بله. تا آمریکایی. الان اتفاقا آمار، من چیزی که هست اینو میتونم بگم، برای اینکه آمار نشون میده که درصد طلاق در آمریکا پایین‌تر رفته. متاسفانه همونجور که شما قبلا اشاره کردین، وقتی همینطوری ازدواج بی‌رویه و نادرست از اول میشه، خب طلاق هم پشت سرش میاد و درصد طلاق الان میبینیم که خیلی رفته بالا. این داره نشون میده که چقدر واقعا ناآگاهانه و بدون اینکه درست تصمیم گیری بکنن و واقعا چشماشون رو باز بکنن دارن ازدواج میکنن، از اون برم طلاق میگیرن. میگم اونطوری که آمار نشون میده در بین آمریکایی‌ها طلاق اونا پایین رفته. چرا؟ برای اینکه اونا یه مقدار از ما جلوترن، آگاهی ها بیشتر هستش. بله. فشارها کمتره و اغلب اوقات they do it for the good reason، برای right reason دارن ازدواج میکنن. بله. ولی متاسفانه آماری ما نداریم، هیچ کسی نیومده تحقیق کنه در جامعه ایرانی. من فقط در لس آنجلس میتونم بگم، ولی خب میبینیم که از دوستان و آشنایان و آدمایی که اطرافمون هستن میبینیم که چقدر درصد طلاق نسبت به 15-16 سال پیش بله، چقدر بالاتر هست. البته قبلم زن و شوهرهایی بودن، خیلی بودن که طلاق نمی گرفتن ولی با هم هپی نبودن، رابطه خوبی نداشتن، ولی با هم زندگی میکردن. الان هنوز هم هستش که میان آفیس من در خونه های مجلل زندگی میکنن و تحمل میکنن. از بیرون کسی که نگاه میکنه میگه چقدر این زن و مرد خوشبختن، ولی از درون میبینیم که اصلا اینا رابطه که با هم ندارن، دشمن خونه همان هستن و سالیان سال هستش که اینا اتاقاشون یا تخت خوابشون جدا هستش. به هر حال سعی کنیم که ازدواج درست باشه. من امیدوار هستم که در سمینارام، البته میگم محدودیت سنی نداره، سینگلا میتونن بیان و کسایی هم که ازدواج کردن میتونن بیان، ولی امیدوار هستم که سینگلا بیان و یک جایی باشه برای آشنایی، برای ازدواج، و از اونجا هم پایه اساس رو درست بذاریم و امید خدا بتونیم که سینگلا همدیگر در یک جای از محیط سالم همدیگر رو میت کنن انشالله. و انشالله هم که ما دورا دور خبر ازدواج ها و موفقیت زندگیشون رو داشته باشیم. دعوت هم بکنن البته. اونم نکردن اشکالی نداره، ما خبرش بشنویم خوشحال انشالله. پس منظورم اینه که انشالله اول ازدواج سالم باشه. بعد هم اگر که ازدواج ناسالم بود، باز هم میشه سیف کرد. اگر اون دو نفر با هم یک کمیستری کوچیک داشته باشن، یه احساسی با هم داشته باشن و بخوان مسئولیت قبول بکنن برای تعهدی که به هم دیگه دادن، با بچه یا بدون بچه،
و تلاششون رو بکنن میتونن هنوز اون ازدواج رو سیف بکنن و به طلاق کشیده نشه. به هر حال برای هر دو نفر طلاق یه مقدار تیست بد و منفی داره. بله. و اونا رو به هر حال هرت میکنه، اگر احساسی هرت نکنه مالی هرت میکنه، خانواده ها اصلا میپاشن. اینه که میشه، من بارها و بارها داشتم کاپلایی که واقعا رابطهشون خیلی مریض گانه بوده و اومدن آفیس من، حتی طلاقشون هم فایل کردن، اومدن آفیس من، من ازشون تعهد خواستم، باشون نشستم صحبت کردم، I put everything on the table، و بعد تصمیم گرفتن که با نیت خوب تصمیم گرفتن که ببینن افورت بذارن ازدواج رو سیف بکنن. و به هر حال یه مقدار با هم صحبت کردیم، تکنیک‌ها رو انجام دادیم، صحبت‌های کردیم و این ازدواج‌ها سیف شده. من هفته گذشته یه نمونه دیگه‌شو داشتم که بهشون هم گفتم، اونا تشکر کردن، گفتم نه من از شما تشکر میکنم because you made my day. آخرین کلاینت ها من بودم، واقعا احساس خیلی خوبی داشتم تمام شب که این دو نفر دوباره به هم برگشتن، یه بچه هم دارن و خیلی هم بچهشون خوشگله کیوته و بتونن دوباره از سر شروع بکنن. پس تا اونجا که میتونیم باید سعی خودمونو بکنیم که اون ازدواج حتی اگر ازدواج اشتباه بوده، زمانی که دیگه درونش هستیم بتونیم سیف کنیم. بله. حالا دیگه به یه جایی رسیده که یک نفر یا دو نفر دیگه تصمیمش تاثیر منفی جدا شدن، یعنی اینکه خیلی سریع شد. الان من فکر کنم اگر کار بگیرن طلاق واقعا آمار، من چیزی که هست اینو میتونم بگم، برای اینکه آمار نشون میده که درصد طلاق در آمریکا پایین رفته. متاسفانه که شما ببینیم که این رفته باره نشون میده که چقدر من ناآگاهانه و بونه این که درست نمیگیری بکنن و واقعا چشماشون رو بکنن ازدواج میکنن.
همسایه‌ام واقعا احساس خیلی داشتم تمام شب که این دو نفر دوباره به هم برگشتن، یه بچه هم دارن و خیلی هم بچه‌شون خوشگله کیوت و بتونن دوباره از سر رو بکنن. پس اگه میتونیم باید سعی خودمون رو بکنیم اون از حتی اگر ازدواج اشتباه دیگه دستیم به دیگه بیشتیم یا دونه تصمیمشون